یعنی سوار بر اسپک چوبی شدن و در دل امید و خاطره ها دویدن. اینجا استدیوی بزرگ زیر چتر عید است. با جشن با شکوه عید قربان برگشتیم. از میوه های شادمانی برای تان سلامتی میچینیم. پیراهن عافیت بر تنتان باد. استدیوی زیر چتر عید جای قصه های افغانی شما. اختر ده طول و مبارک شد. امشب مهمانای عزیز با خود داریم، مهمانایی که از ما و خودت کردگیتی جان چند لباس بیشتر کهنه کردن. اگر خودت موافق باشی که دعوتشان کنیم و قصه کنیم ای که در آستانه اید خانما بیشترین زحمت میکشه اما لذت بیشتره؟ آقایان میبرن. بله متاسفانه. بله و به میدلیل ثانیه جان که کار خانم ها خلاصی نداره، حتی در سه روز عید هم خانم ها مصروف همی است که حالا سفره را تنظیم کو، حالا چای بیار و حالا اینا. خوب است که امشب ما در امی باره صحبت داشته باشیم با مهمانان ناظرین ما. به مدلیل است که میگن عید خانم ها هفت روز است. بله. در حال حاضر دوستای عزیز خانم زلشت حیدری با ما هستند، خانم عزیزی که امشب از زحماتشان از کارایشان از اینکه چقدر پاکاری و کاری کردن، کارا را به کجا رساندن، مهمان ها را چطور مهمان نوازی کردن برای ما قصه میکنن. دعوتشان میکنیم و به افتخارشون. بسیار خوش آمدین. خوش آمدین خانم زلشت، ایدتان مبارک باشن. اید شما مبارک. خوش آمدین. خوش باشید. بفرمایید. شما بفرمایید. تشریف ببرید. شکر. بفرمایید. آنیا جان. حالا به خودت میگم. مرا میگه کلان معرفی کردی. خانم زلشت عزیز خیلی خوش آمدین و مطمئن هستیم که داشته های فوق العاده عالی را یک جا با هم خدمت بیننده ها تقدیم میکنین. چشم چرا نه. سلام مام خدمت شما و خانم خدمت بینندگان عزیز و هید رو برای همه از اینا تبریک میگم، برای خودتان هم همچنین. تشکر، سلامت باشین خانم حیدری. آنیا جان چی خوب است که امشب که خانم زلشت با ما هستن سمت قصه های شیرین ایدی بریم دیگه همراهشان. قبل از او گیتی جان بریم خلاصه تمام این زحمات خانم های عزیز در یک بسته تصویری با هم ببینیم، برمیگردیم و در خدمت شما هستیم. بله اومد کجاستی؟ خدای سبا ایده است، امروز نیست آده آردینه هیچ چیز دیگه. میمون میه بلیاز خدا روی میره. ما خود مانده از الستم کدام سر زود بگیرم؟ سعیسته سعیسته من میرم که دیگه کارای مانده. خداحافظ. خدایا از دست زیاد آده ایچ نمیفهمه چی کنم. یک نفر زود کدام سر بگیرم؟ همون که پراست هست میگن یک سر و هزار سودا. یک طرف جمع میکنم دیگه طرف تیف دادم میرم. خداوندا سبو میده است. آینا رو پاک نکردین، پردو رو من از بند نکردین. خدایا مادر بیا یک نفر دستیارم ندارم. مادر بیا که چای جوش کده. آمدم آمدم جان مادر. ای خدا، من مادر هستم، من یک زن هستم، هم خانم و خانه. مجبور هستم به تنهای کلی کارا رو خلاص کنم. سبام مطمئنم میماندار میباشم. خواهیم شد سجدتی رو بند کنم. ای خدایا که اون جوش اومد. ای چی؟ میمونه چی وقتی خدایا؟ ببینم کی هست؟ خوش برگشتین دوستداران زیر چتر عید. با هم بسته تصویری را تماشا کردیم که واقعا زحمات خانم ها را نشان داد که در روزهای عید یا قبل از عید متحمل میشن و خوشبختانه که خانم زلشت هم با ما هنوز هستن. خانم زلشت، نظر به این بسته تصویری که ما دیدیم، به نظرتان همین یک قصد که میگن عید خانم ها باید هفت روز باشه؟ بله دیگه، چون خانما در روزه اید خیلی مصروف می باشه. هفت روز خسته دیگه بازی. بله. دیگه ای خواهد سلامندی کار داره که خانم باید همی کار را انجام بده. ولی در پالیش هم کار باید باشه، هم شوهر هم دختر هم باید هم کارش باشه که کارا رو باید پیش ببرن که چه یک جای نیک تنها بانن مادر باید کارا پیش ببرن. ما مطمئن هستم که شوهرتون برنامه رو بیننده است. پس حالا اعتراف کنین که کدام کارا رو تقسیم کردین بالای شوهرتون. شوهر ما از اول بسیار قدم همکاری کرده. حالی که اولادا جوان شده. صادقانه مقصد پاسخ دادین. بله. بچه مامای مادرم است، بسیار بچه مرد خوب است. ولی از روز اول بسیار قدم همکاری کرده. ولی حالی که اولادا کلان شده
حالا خدا کنار کرده. حالا اولادا شکر کرده من کار هستم. از میوه خشک بگوین در قسمت پهن کردن سفره ایدی بیشترین سهم خودتان دارین؟ خودتان سهم میگیرین در تزیینش یا نه دخترها را اولویت میتین؟ دخترها را. چرا؟ علتش چیه؟ به خاطر چی که من میگمشان که بچه مینی قسم جور میشه نه حساب میچنده میشه و زون تنظیم میشه چون که پیشانی میچینند دیگه. حالا از ما گذشت دیگه. حالا من در دلم گشت که نمی گفتم میگن به خاطر اینکه ما مادر جان ما که میگم باسی میگه بچه ام از ما گذشت. حالا شما میفهمید یک میمونم که میه طبعا یک میمونم که میه بچه‌م برای شما سرخانه بچینه برای شما سالات جور کنه دیگه چیزا شبانی بر ما. خانم زلش خرید میوه ده هم گاه به دوش شوهرتون یا پسرتون گذاشتین باز اگر بله اونا به دلتون خریداری کرده یا نه؟ بله شوهرم بسیار سودای خوب میاره ده خانه از او بهترین میاره ولی حال کل سودا و مسئولیت ده سرم است. بله سودای بیرون کار خانه مسئولیت شده گردن خود کرد. بسیار خوب شما خسته نباشین. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر که امشب برنامه ما را رنگین ساختین. ما خوشحال شدیم کنار شما بودیم. زنده باشین. تشکر از شما هم که در زیر چتری هیت ما را دعوت کردین. سلامت باشین. برنامه بسیار خوب بهترین برنامه خوبش. سلامت باشین. خداوند ایده خوش جان داره. جوری بر ما و شما مسلمان های افغانستان باشه. و تمام هموطنان ما خدا کنه که ایده خوش باشه. ایده باشه که تا حال یعنی نظیرش را سپری نکرده باشه. انشالله. ایده چی اینجا باشه چی در خارج باشه. انشالله. بله. دوستای عزیز سپاس از همراهی شما عزیزان. یک گلاس چای عمت سبز الدار بگیرین. ما زود زود برمیگردیم و در خدمت شما هستیم. وقفه. دلم آموی رخشان و لبم لعل بدخشان است. تنم از لاجورد و مو و مویم کاکلستان است. نه از خاره نه از دشتم، من از هندوکشم آری، همان آهوی آزاده که شورش در بیابان است. به همت بیگمان بیشک زبامستان نوشاخم، نه دیو و دد رفیقم، مشت پیروز زمستان است. درشتم ما درست این گونه در جوش و خروشم من، که من وخشاب و جیهونم، روانم در خراسان است. بلندی های فکرم بازتاب آسمان دارن، تراوش های پندارم تراوتدار باران است. من از اسپند کوهم، در سرشتم نیست جز رویش، و تنها سرنوشتم رستن و اسپند زاران است. اگر باران سهم من شود، من خود نیستانم، به خشکم پیرهن بکشایم، این تن زیر استان است. هوایم دلگشا و آسمانم لاجوردینه، دلم روشن نگاهم آتشین لعل بدخشان است. به دسترخوان مردم عطر گندمزار می پیچد، و نان گرم و شیر و شورچایم بر سر خوان است. بیام شورچایی را تعارف می کنم با عشق، اگر خوی تنیده با پلاو کابلستان است. ندارد مشکلی با هم زهر در قصه می گوییم، تو از راه و سفر، من شعرهایم از گلستان است. بگو از کابلستان با من از مازندران بشنو، به نطق پارسی در ری سخن طعمش دو چندان است. بگو از خانه های آجرین تا کاخ مروارین، شنو من داستانم پخته تنور و دیگدان است. سخن بسیار دارد دل، بگو با من مجالش کو، کجا سر می شود با تو که جایت جای مهمان است. بیا تا هرچه دوری های من را دور بندازیم، به طرح تازه تر این کافه کابل بدخشان است. به به به، چی شیر زیبایی. بله زیبا، واقعا زیبا بود. فضا را کلا شاعرانه کردن آنیا جان. بله مهمانای عزیز امشب از سرزمین لعل و جواهر از بدخشان زیبا با خود داریم. واسه که مهمانای عزیز ما را معرفی کنی گیتی جان. بله خوشبختانه ما نظیفه سلیمی و ماریا بدخشی را امشب در زیر چت رهید با خود داریم که ما را همراهی میکنن. اما ماریا جان یک تخلص دیگه هم داره. بارزانس. بله معنیش چی است؟ بارز جمع آنس میشه و بارزانس خوانده میشه و در کل معنیش یعنی دوست حقیقت. پس ایده که تا مبارک و خوش آمدی ماریا جان.
به نام یاد خدا سلام به شما نظیفه جان، حاضرین گرامی، بیننده های خوب برنامه زیر چتر عید. ماریا بارزانس هستم، خوشحالم از این که در کنار شما هستم و از طریق این دریچه عید را بر همه تبریک میگم. خیلی تشکر، خودت هم خوش آمدی، عیدکت مبارک نظیفه عزیز. اما تو آرامک ششتی، اما این چادر به زیبایی دیگه بیشتر افزوده. زنده باشین، عرض درود و حرمت دارم خدمت شما و عید را بر شما تبریک میگم، همچنان برای تمام بیننده های محترم برنامه خوب شما. امیدوار هستم لحظات عید برای همه تا این دم خوش گذشته باشه و ایام به کام همگی باشه. خیلی تشکر، خوشحال هستیم که حضور سبز شما را در برنامه با خود داریم و دکلمه بسیار زیبایی کردی خودت ماریا جان. تا حال پیش آمده که در یک جمع کلان باشی و شعر را دکلمه کرده باشی؟ حالا از پیشت اشتباه شده باشه ولی بازم تیر تا آورده باشی، هم تو ادامه داده باشی؟ نخیر، تا آل نشده، ولی شعر یک ویژگی داره که تسلسل داره. وقتی تسلسل از پیش آدم گم شود، چون کلمات با هم در ارتباط می باشن و انسان تبهنگی دست پاچه می شود. واقعا بله، شعر یادش میره یا اتفاقاتی می افته. ماریا جان، اگر بخوای در یک شعر ما و گیتی جان تعریف کنی، کدام کلمات رو به کار می بری ماریا جان؟ تو همون واژه های شعر منی که زهر چه استلاست، بیزاری شبیه مهر، شبیه امید و بوسه و عشق. به 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 به، افتخار خود ما، افتخار خود ما که از ما تعریف کنیم از خودتان. آنیا جان، چطور است که بریم سمت ایگان سوالک های خطرناک؟ از کدامشان میپرسی؟ من میگم از ماریا جان بپرسیم. ماریا جان، فرض کن که در آشپزخانه هستی و بعضن در آشپزخانه حالا یه گودام جایی که باشه بعضی از حیوانات پیدا میشنی، اشرم پیدا میشه، کدامش رو تحمل کرده میتونی؟ ای که مادر که روی دستت را بره و یا هم یک کرم بیفته لای موهایت؟ یک شبایت انتخاب کنی، یک شبایت تحمل بتانی؟ مادر کیک نظر به ترس دخترها که من میبینم کیک روی دست باشه بهتر است. نه، کیک روی دست باشه بهتر است. دوستامو صندوق که کیک دو بچه از همون رو بیارین، همکارا رو میارن، بازده کدام دستت میگیره، راست یا چپ؟ ما فکر میکنم ماریا جان میترسه، حالا فکر کرد اینجا نیست دیگه، کیک انتخاب کرد. ما شوخی کردیم. نظیفه جان، گاهی در عید مجبور شدی که به خاطر خرید میوه عید برای مهمانایتان در سه روزیت از پولایت استفاده کرده باشی؟ بله، طبعا برای اتفاق افتاده. سر مادر جان یا پدر جان باز قرضداری حسابش نکردی؟ نه خیر. هیچ نگفتی؟ نه خیر. خب عید گذشته که عید رمضان بود، من از کابل بدخشان رفتم و تمام میوه عید از جا خریداری کردم و منعیز توفه عید به خانه تقدیم کردم دیگه. یک گیر دو نشان شد. منت نمیتونه باشه سر خانواده، یک توفه برشان بود. چقدر عالی. بله. و حالا آنیا جان، فکر میکنم نوبت ای است که بازم یک دکلمه زیبا از مهمانان نازنین ها بشتیم که این فضا بیخی دیگه شاعرانه شد، شاعرانه تر شود. بله. و باز همه قسم دیگه با ایشان خدافیزی کنیم. حتما. خوب است که از نظیفه جان یک دکلمه بسیار مقبول داشته باشیم. مهربانی و مرگ بی تو به قدری ضعیف دیده مرا، که بی درنگ دویده ببر کشیده مرا. زمان خزیدن پاهای عنکبوتی هست، که روی عقربه ساحتی تنیده مرا. چه بودهم کلمات درشت شایعه چنین دهان بدهان، هر کسی جویده مرا صدای خشخش برگ از میان قبرستان، که مرد ره گذری از قضا شنیده مرا. به این حدیث تنفر گمان نمی بردم، شبی که بدرقه کردی بها به دیده مرا. شکایت از دل بدذوق خود کن، از دل خود که از تمام جهان رفته برگزیده مرا. چقدر در پی یک شبهه رفته گم شده ای، که چشمهای تو دیگر مرا ندیده مرا. نه من به ذات خودم کوچکم، که هر چیزی برابر قد و اندام خود بریده مرا. من از نخستین دیدار در تو حل شده هم، و عشق نیز زمانی که آفریده مرا تو را خدای من و زندگی من کرده، خدای یک غزل رنگ رو پریده
مرا. به به چه زیبا و قشنگ خوشحال شدیم که امشب شما را با خود داشتیم. بله تشکر میکنیم. شعر زیبایی را دکلمه کردن واقعا. گیتی جان مهمانای عزیز ما زیبایی های برنامه امشب ما را بیشتر و بیشتر ساختن. خیلی سپاس از شما. سلام ما را برای عزیزانی که در بدخشان هستن همچنان برسانید و لذت بردیم از اینکه با شما بودیم لحظات. تشکر. و حالا هم آنیا جان نوبت وقفه هست. با عید و سفره های سرشار از مهربانی سفر می کنیم و این سفر هم چنان ادامه داره. شادمانی های عید را می شود لبخند زد با چای چاکلیت و نقل و نبات. امشب باز هم در خدمت شما هستیم. اما گیتیت سر و درکش پیدا نیست. ما چون که کجا هسته بخیالم که او قسمت رفته لباس های افغانی بسیار زیبا را میبینه و فکر کنم که برای خودش میخواه یک جور اگر لباس افغانی خوش کنه. آنیا جان اگر خودت هم جای من میبودی زیبایی لباس ها را که میدیدی واقعا دیگه محو زیباییشون میشتی. برنامه یادت میره بیبی که چقدر اینا ظریف کار شده. چقدر مقبول هستن. بله و چقدر زیبا هستن. کدام رنگ خودت خوش داری گیتی؟ من رنگ بنجانی را بیشتر آنیا جان در لباس های افغانی دوست دارم. این رنگ بنجانی است؟ بله خیلی زیباست. و آنیا جان یک چیز متوجه شدی که همی ظرافت و ظریفیه که لباس های افغانی ما و شما داره همی پاولی و چیزایی که دشکار میشه به نظر من نظیرش در تمام جهان هم نیست. واقعا خودت میخوایی بفهمی که این لباس های زیبا و قشنگ را کدام دستای پرهنر ساخته؟ من فقط نمیقدر میفهمم که امشب مهمانای ما دو کدبانوی عزیز است، فرح جان دیبا و آرزو جان عزیزی. بله دقیقا آنیا جان امشب خوشبختانه که ما حضور دو کدبانو را با خود داریم. بانو آرزو عزیزی و بانو فرح دیبا که برای ما از دوختن، برش زدن و چرخ کردن لباس ها قصه می کنند. خوش آمدین. عیدتان مبارک. سلام خدمت شما گیتی جان و آنیا جان. عیدتان مبارک. انشالله یک عید خوش داشته باشین و یک سلام خاص خدمت تمام بیندگان عزیز. عیدتان مبارک. خیلی تشکر و خودت هم خوش آمدی آرزو جان. سلام آنیا جان، گیتی جان، یک سلام به بیننده های عزیز. عیدتان مبارک. عید خوب و خوش آغاز کرده باشین. خیلی تشکر. سلامت باشین آنیا جان. یک کار کنیم که اینا را به دوستای ما، به مهمانان ما بتیم. در ثانیه های کم ببینیم که کدامتون میتونین که زود سوزن را تار کنین. مهارتتون را دیگه به ما نشان بدین. درست است؟ درست است. اینا ترسیدن ولی به نظر من چالش خیلی ساده است. خب من این تارها را به مهمانای ما تقدیم میکنم. فرح جان بفرمایید. و ما براتون تایم میگیریم. آرزو جان و فرح جان. و شما خب ما گفتیم که شما کارآفرین هستین در دوختن و ساختن و بافتن. ماشاءالله دست بالا دارین. ببینیم که در ثانیه های بسیار کم چطور میتونین که سوزن تار کنین. بله تایمشون از این لحظه آغاز است. دیگه شروع کنین. ببینیم آنیا جان. یک دو سه چهار پنج. او بله خانم فرح تمام کردن. خانم اما آرزو جان هنوز هم مو سوزنم نتاشت تار شد. اما فکر کنم که مهارت خانم فرح در قسمت سوزن تار کردن بیشتر بود. حالا صادفانم اون اینا استاد هستن. بله سر کار ما با این چیزا هستن و دیگه عادت داریم. بسیار خوب. از اینکه برنده هستن سوال اولام بریم از فرح جان بپرسیم. سید فرح جان تال اتفاق افتاده که تکر سرچپه دخته باشی؟ طبعا آنیا جان در خیاطی کارا پیش میفته. تکه سرچپه دوخته شده بعضی اوقات و یک بار بر ما بسیار جالب بود. ما قرار بود که فردا لباس باید روان کنم با یکی از مشتریایم. خودم لباس خواستم اوتو کنم و پاکت کنم. لباس سوختاندم. چقدر تاوان دادی فرح جان؟ خب بر ما قدر تاوان نشد چرا که دوباره جور کردنش هم بلد بودیم. دوباره شروع کردیم به جور کردنش. در جانزنی خو نکردین؟ نخیر نخیر. جورش کردیم. آرزو جان بیایم سمت خودت. تا حالا شده که به خاطر ندوختن لباس یکی از آشناها حالا خیش قوم یا دوستا که خودت گفته باشی ایره به من بروز و خودت نخواسته باشی، یعنی تمایل نداشته باشی خودت به مریضی زده باشی، گفته باشی ولی من مریض هستم نمیتونم دوخته. همین کنولکام زیاد شده. بله اتفاق افتاده تا
بسیار زیاد اتفاق افتاده. بعضی از مقصد دوستا و آشنا برنامه رو میبینن. بله، بعضی هستن که بعض دوستای ما که برام میگن که من امروز لباس برام حتما باید کم مدت برام تیار کنی، اما من متاسفانه نتونستم. یا مثلا کدام مشکل برام پیش شده، از اون لحاظ از من خفه شدن، آزرده شدن، نتونستم. خود به مریضی خود زدم، نتونستم، یا به مریضی یا به یک بهانه که من مثلا اینقدر اتفاق جالب است زندگی هر کدام ما پیش میاد. فرس جان، فرض کو که فردا شب عروسی ما و گیتی جان است. ما مونده دیگه فرض کو فرمانه است فرض کو. بله و ان شاء الله که باشه بخیر. گیتی را بخیر عروس بسازه. اول خود تانیا جان. فرح جان، جان فرض کو که فردا شب بخیر عروسی ما و گیتی جان است و پیران سفید ما را خودت باید بدوزی. و حالا از کدام ما کم است؟ آنیا باید فقط یک لباس بدوزه. و از کدام ما را میدوزی؟ از ما را یا از گیتی جان؟ آنیا جان صادقانه بگویی. اوقدر مهارت داریم میتونیم دو سه لباس در یک روز آماده ساخته. من هم میخوایم یک تانه خفه بزازم و انتخاب کنم بردی تان میتونیم آماده ساخته. فرمانت عزیزم. یک گیم جالب ما داریم که باز ببینیم کدام کی میتونه که خوب بازی کنه. امتیاز خوبه میگیره، جایزه هم حالا میگیره. جایزه هم میگیره. آرزو جان بازی میکنه و ما خود دلم هست که خودت یک جزاگت بتوام سرانی گیم بازی کنیم. خب بس مواظر هستم. درست است. یارا باید منظم کنیم. درست؟ آها. خود چیزی که مثلا جان بارزو جان گلاس که در بالا هست باید در پایین هم امور یکسان کنیم. یعنی یک رنگ شد. آرزو جان خیلی بعد قد سر دارم. خب شما پسانی جان بیاین اینجا تشریف بیارین و فرح جان ما و خودت هم اینجا داور هستیم. خودت او قسمت متوجه باش که آرزو جان چند گلاس جا با جا میکنم و ما همی قسمت متوجه هستم. ببینیم که امتیاز کدامشان بلندتر است. برنده کی است؟ و هانیه جان ثانیه های شما هم شروع شد دیگه. فکر کنم دو حرکت برین کافی است. خب بله، یک امتیاز ثانیه نشتانی. نخیر ارزو تو امتیاز نگرفته فکر کنم. یک امتیاز گرفت. یک امتیاز هم ارزو و ثانیه دو امتیاز. دو امتیاز ثانیه. نخیر ارزو ثانیه دو امتیاز ارزو. و حرکت آخرام برین، یکی آخری برین. آنیا جانم جورشم خراب کردی. بس دیگه. حالا از آنیا شو من برنده هستم. آنیا تو امتیاز و آرزو جان. آرزو جان چند گلاس جا بجا کرد؟ یک دانه را. دوستان ما صادقانه باید بگیم که آنیا جان برنده شدن. ولی بسیار خوب آنیا جان، تبریک باشه. و آنیا جان جایزه خودت هم باید بتین دیگه. همکارا لطف کنن امو جایزه را بیارن دیگه که حالا آنیا هم برنده شده. باز بعدن پشت برنامه از گردن من میگیره دوستا که جایزه را ندادین. بله تشکر، شما لطف کردین. آنیا جان، جان. و این هم جایزه است که تقدیم خودت میکنیم دیگه. در گیم خودت برنده شدی. خب اما به دلیل ای که آرزو جان هم زحمت کشید باش اول ببینم که تحفه ما خوب شست یا نه. من دوست دارم که تحفه خودم را تقدیم آرزو جان کنم به دلیل که با ما بودن در برنامه و عالی درخشیدن و دست خالی دیگه نباید برن. خیلی مبارک باشه. تشکر آنیا جان. و فکر کنم آنیا جان که بعد دقایق آخر برنامه رسیدیم. بله. اینجا ما با مهمانان ما خاطرات قشنگ را ساختیم امشب و بیاین که در جشن امسال برای شادی یکدیگر دعای نیک کنیم. روزهای بعد از عیدتان هم مملو از سعادت باد. آفتاب زندگیتان پر نور باد و امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین. تا دیدار بعد، بدرود.